برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آستان مقدس علوی از حضور 4 میلیون زائر در حرم مطهر مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در ایام عید قربان خبر دادند. گفتنی است پیش بینی می شود همین تعداد و احتمالاً تعداد بیشتری زائر و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در ایام روز عید غدیر خم هم به زیارت حرم مطهر امام علی علیه السلام بروند. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ممکن است 80 شهروند غیر نظامی افغانستان توسط نیروهای سرویس ویژه هوایی بریتانیا کشته شده باشند. بر اساس گزارشی که روزنامه گاردین روز یک شنبه 11 تیر منتشر کرده است، وکلای مدافع خانواده‌های داغدیده در یک تحقیق عمومی گفته‌اند که ممکن است این افراد توسط 3 واحد جداگانه سرویس ویژه هوایی بریتانیا بین سال‌های 2010 و 2013 کشته شده باشند. ادعای کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای خارجی در افغانستان همواره جنجال برانگیز بوده و انتقادات گسترده ای را برانگیخته است. در پی انفجار یک حلقه مین در یک خانه مسکونی در شهرستان خواجه سبزپوش فاریاب در شمال افغانستان 3 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. منابع محلی گفتند در این انفجار که روز یک شنبه 11 تیر رخ داده، یک دختر 17 ساله و 2 کودک 7 تا 10 ساله جان باخته و 3 کودک دیگر زخمی شدند. مواد انفجاری به جا مانده از جنگ و مین‌های جاسازی شده بارها جان کودکان را در بخش‌های مختلف افغانستان گرفته است. بر اساس آخرین گزارش‌ها نزدیک به 606 کیلومتر مربع در خاک افغانستان آلوده به مین و مهمات انفجاری است.